رزاق مومون در صفحه رسمی وبلاگ خود می نویسد. جناب معنوی صاحب، مقاومت یا تسلیم راه سوم وجود ندارد. فقط روی دفاع و تعرض یا بالعکس محاسبه کنید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. رزاق مامون در صفحه رسمی وبلاگ خود می نویسد. جناب معنوی صاحب، مقاومت یا تسلیم راه سوم وجود ندارد. فقط روی دفاع و تعرض یا بالعکس محاسبه کنید. حکومت اعلام شده همه شمول اگر سریع عمل نکند، سریع از صحنه رانده می شود. اکثر مردم در یک قدمی رویاروی تاریخی با پدیده طالب قرار گرفتند. پدیده ای که اینک به طور آزمایشی از سوی جامعه جهانی با حمایت سیاسی و مالی به کابل آورده می شود. در عقب این گروه ذخایر اپراتیفی مالی عربستان و ایالات متحده امریکا قرار دارد. در صحنه مقابله با این پدیده دو نیروی ضد و در هم شکننده وجود دارد که اولیش قدرت ملی برای بقای افغانستان و دومیش تصادم منافع متضاد قدرت ها با هم در میدان زیستی ما. قدرت منطقی طالب شکن مهمتر از آن است که شما گاه در قبول یا رد آن به شکندر می شوید. اگر حکومت همشمول عبدالله دوستم و محقق به خطای محاسبه مبتلا گردد و تنها وقت خود را در بده بستان با گروه هایل یا گروه ارگ به هدر دهد، دست کم در دور نخست نبردهای اصلی با گروه طالبان که امر گریز ناپذیر است، مجبور خواهد شد از میادین زیاد عقب نشینی کند. در جنگ های سال 1996 تا 2001 گستره عقب نشینی از کابل به سوی پنجشیر و دریای آمو بود. اکنون برعکس است. از آمو تا کابل در دست نیروهای ملی برای بقای افغانستان است. قهقهه طالبان در عقب دروازه های تان به گوش می رسد. جای برای عقب نشینی جنگی وجود ندارد. همین که رهبران در عقب حصارهای 5 متری در قرنطینه به سر می برند کافی است. عده‌ای از کارآموزان جنگ با طالب استراتژی دفاع و سرکوب طالب از روی هندسه کنونی وضع الجیش نیروها را تنظیم کردند. اما این برنامه باید در ذهن مردم از جنوب تا شمال و چهار سوی کشور همگانی شود. اکثریت مردم ضد شریعت طالبانی و قائم شدن حاکمیتی هستند که از اسلام آباد هدایت شود. مشکل قوای ملی در چیست؟ طالب تا حالا چرا پیروز بوده؟ علت اول این بوده که حکومت های کابل، کرزی و غنی با پول و حمایت سیاسی آنها را پوشش دادند. دوم، دستجات طالب از آن سوی مرز داخل ولایات شده و می جنگیدن. وقتی زیر ضربه می آمدن سری به خاک پاکستان عقب می نشستند. در شرایط کنونی که طالب دعوای قدرت در کابل و مالکیت سرنوشت کشور را دارد، از نظر جنگی موقعیت مناسب قبلی را برای فرار به سوی پناهگاه های پاکستان در اختیار ندارند. من به نقل از منابع گفته می توانم که طراحان مقاومت پلان دارند آنها را به محور شهرها بکشانند. طالب در هسته های شهری مرگ زودرس دارد و عقبه گریز نیز کوتاه نیست. اکنون علی رغم بنبست سیاسی برای تشکیل حکومت، هر روزی که می گذرد ذهنیت برای پذیرش تقلب و بی‌اعتباری دموکراسی جایگیرتر می شود. این خیلی خطرناک است. علی رغم گذستگی ها و خطاهای قبلی، اکنون اولویت شما آن است که از غنی به سرعت باید عبور کرد تا سینه به سینه در برابر طالب اصلی استادگی صورت گیرد. قصه تشکیل حکومت مشترک شما با طالب یک قصه مفت است که خودتان هم با آن باور ندارید. همین حالا تمام ماشین های تبلیغاتی از طالب است. حتی مساحت حریم گردش اطلاعاتی تلویزیونی های خودتان چیز بیش از برزخ انتظار نیست.
و همچنان رزاق مامون در صفحه رسمی وبلاگ خود می نویسد. عبدالله عبدالله جز صدور دستور برای اشغال حکومت های ولایات راه دیگری ندارد. من از واپسین پیام فضل احمد معنوی این طور فهمیدم که دکتر عبدالله عبدالله در همیاری با جنرال دوستم و نیروهای حزب وحدت حکومت های محلی را ملغا قرار خواهد داد. یا با کمک نیروهای مردمی تأسیسات عمومی را تحت نظارت آورده و والی های حکومت همشمول را اعلام خواهد کرد. جز این اقدام هیچ راه دیگر باقی نمانده است. منابع از کابل خبر می دهند که گروه غنی بغیر از انحصار قدرت به شیوه 5 سال پیش به هیچ گزینه دیگری سر توافق نشان نداده است. هرگاه حکومت دکتر عبدالله زمان ببازد و فرصت هدر دهد، بدنه های سیاسی و مردمیش تحت تاثیر پول و وعده های کرسی و مقام یکی پای دیگر فرو خواهد ریخت. معادله کهنه را فقط و فقط تعهد جدید برای مقابله مضاعف تغییر می دهد. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدایا رو نگهدارتان.